به شما هموطنان، درود به شما دلیر مردان. امروز هم اومدیم با یه برنامه دیگه، یه برنامه جنجالی که توش هم خبر خوب هست، هم متاسفانه خبر شهادت عزیزانمون هست. خبر اول خوب این که یکی از کثافت‌های نظام سقط شد، به جهنم رفت، به درک واصل شد. قاضی صلواتی رو کشتنش و این تبریک داره به تمام دلیر مردان ایران، به تمام انقلابیون. کشته شد قاضی صلواتی. و اما خبر دوم انتقام چند ساعتی حکومت از مردم بود. در پی کشته شدن قاضی صلواتی صبح شنبه دو تا جوون بیگناه رو اعدام کردن. جوونایی که تو همین اعتراضات به خاطر آزادی من و تو رفته بودن جلو و جونشون رو هزینه کردن. حالا میخوای ساکت بشینی جمعیت خاکستری؟ بشین تا نفر بعدی تو باشی. هرچی ساکت بشینین به مرگ خودتون سلام گفتین. سکوت جایز نیست، سکوت حرامه، سکوت خلاف شرع انسانیته. دیگه سکوت جایز نیست. جمعیت خاکستری بیدار شو، وگرنه نفر بعدی خواهرته، مادرته، برادرته، پدرته و یکی از اعضای خانوادته. همه باید دست به دست هم بدیم و انتقام خون این جوونایی که صبح شنبه اعدام شدن رو بگیریم. ما مردمی هستیم که با صدای اذان جوونامون اعدام میشن. ما مردمی هستیم که وقتی صدای اذان صبح رو میگن باید منتظر این باشیم که چه جوونی، چه بیگناهی، تو کدوم شهر، تو کدوم پستوی نظام داره گردنش بالای دار میره. این نظام کثیف، این ضحاک زمانه دنبال گردن هست برای طناب دارش. پس بیدار بشین اگر میخواین بیدار بشین. ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران با شلیک 5 گلوله سقط شد. منابع منتشر کننده این خبر در توییتر میگن که با 5 تا گلوله تو حیات خونه مخفی همسر دومش کشته شده. خبر مرگشون همشون هم 4 5 تا زنه هستن. اکانت جوپیتر در توییتر این خبر رو منتشر کرد و گفته که اون در حال ورود به پارکینگ تا قبل از بسته شدن در پارکینگ با شلیک 5 تا گلوله به درک واصل شد. به گفته حساب جوپیتر در توییتر ساعت 10 شب در پارکینگ باز میشه و یه ماشین پژو پارس سفید میخواد بره تو که یه موتور سوار با 5 تا گلوله، دو تا قلب و دو تا هم تو مغزش، حالا یکی دیگه‌ش هم احتمالاً زدن در کونش، سقطش کردن. این حساب در ادامه گفته که تنها شکی که ما داشتیم سر این موضوع بوده که با 5 تا تیر خونسا نشده باشه و الان مراسم عزاداری و فاتحه خونی و سیاه‌پوشی و گریه‌های زنش و دخترش برای ما مسجل کرد که حتما دیگه به درک واصل شده. این سزای مقابل مردم ایستادنه، این صدای انقلاب یک ملته. و در ادامه هم نوشته که کوچه آبان پر مأمور ون هست، مواظب باشین. میخواین آمار بگیرین از سر کوچه آمار بگیرین. هشتگ صلواتی خونسا شد. متاسفانه انتقام حکومت از مردم فقط چند ساعت طول کشید. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه صبح روز شنبه 17 دی 1401 از اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از بازداشتی‌های اعتراضات سراسری خبر داد. بر اساس ادعای حکومت این دو جوان به عنوان متهم ردیف اول و دوم به پرونده قتل روح الله عجمیان معرفی شده بودند. در جریان 40 کیفر خواست صادر کرد. محمد مهدی کرمی و محمد حسنی به عنوان متهمان ردیف اول و دوم این پرونده معرفی و به افساد فی‌الارض از طریق ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور، حمله به ماموران پلیس و بسیج و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور متهم و به اعدام محکوم شدند. به گفته آقای کرمی هنگام بازداشت طوری کتکش زدن که بیهوش شده بوده و حتی نیروهای حکومتی فکر کردن که مرده و جنازه‌اش رو اطراف دادگاه نظرآباد انداختن، اما موقع ترک اونجا متوجه شدن که هنوز زنده است. محمد مهدی کرمی در ادامه از آزارهای جنسی ماموران حکومت در طول بازداشت خودش خبر داده بوده و گفته بوده که هر روز اندام تناسلش رو لمس میکنن و تهدیدش میکنن که بهش تجاوز میکنن. محمد حسینی هم متهم ردیف دوم این پرونده بوده که متاسفانه گفته میشد پدر و مادر نداره و کسی هم نیست که دربارش اطلاع رسانی کنه. علی شریف‌زاده اردکانی، وکیلی که اجازه دفاع در مرحله فرجام‌خواهی رو از اون پیدا کرده بوده، بعد از اولین دیدار باهاش در توییتر نوشت که متاسفانه تمامی اقرارهای موکلم تحت شکنجه بوده. این وکیل نوشته محمد حسینی مورد شکنجه‌های شدید قرار گرفته و روایتش همه اشک بوده. متاسفانه 17 دی 1401 دو تا جوان دیگه بیگناه به دار آویخته شدن.
خامنه ای اونقدر وحشت کرده و ریده به خودش که دیگه نمیدونه چی کار کنه. اومده حسین اشتری فرمانده کل فعلی فراجا رو به دلیل ناکارآمدی توبیخ کرده. حالا صداش در اومده که چی در پی توبیخ خامنه ای وضعیت روحی اشتری کاملا به هم ریخته و نمیتونه دیگه به زیر دستاش مدیریت کنه. واسه همین احمد رضا رادان به عنوان فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شده. از داخل دارین میترکین، دیگه وقت رفتنه، دیگه باید برین، خون این جوونا رو نمیذارین پایمال بشه. مطمئن باشین همین حسین اشتری هم دو روز دیگه میاد سمت مردم. حالا بشینیم ببینین. اونقدر فشار تو ادارات و بین مردم زیاد شده که شرکت نفت و گاز گچسارا اعلام کرده که یکی از کارکنان اداره شیمیایی با اسلحه افتاده به جون کارمندای دیگر رو تیراندازی کرده. تو این حمله یه نفر کشته شد و دو نفر هم زخمی شدن. البته این آماری است که خود جمهوری اسلامی میده ها. ببینین از درون دارن میترکن، یعنی همینجوری مردم گذشت از اعتصابات، گذشت از اعتراضات مردمی، بیفتن با اسلحه به جون این آخونده و بکشنشون، دیگه کار تمومه. اگه اسلحه دست این مردم بیفته والله قسم به صبح نمیکشه، این نظام زیر و رو میشه. خامنه ای میکشیمت زیر خاک. در ادامه هم از اخراج امیر خادم به دلیل استوری های انتقادیش بشنویم. روزنامه اعتماد نوشت امیررضا خادم، عنواندار جهان و المپیک که هم سابقه نمایندگی مجلس و هم معاونت وزیر ورزش و هم ریاست فدراسیون کشتی رو در کارنامه داره، بعد از اتمام کار خودش در وزارتخانه مشغول به کار شد. یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش بشه گفت در حالی که 3 ماه پیش حکم خادم به دلیل عملکرد قابل توجه در این نهاد به مدت 4 سال تمدید شده بود، چند روز پیش به یک بار حکم برکناریش صادر و خادم از این مجموعه کنار گذاشته شد. هرچند در مورد اخراج امیررضا شفاف‌سازی درست صورت نگرفته، اما انگار این تصمیم به خاطر مواضع انتقادیش در چند وقت گذشته بوده. مسئله برکناری ناگهانی خادم فقط محدود به خودش هم نمیشه ها. روز دوشنبه هفته پیش در اقدامی ناگهانی سید علیرضا حسینی طباطبایی که مرداد امسال به عنوان مدیر عامل هکتا منصوب شده بود، برکنار و حسین رمضانی به جای اون منصوب شد. این منبع آگاه مدعی شده دلیل برکناری طباطبایی امتناع از امضا کردن صورت جلسه برکناری خادم بوده. طبق برخی شنیده‌ها دو عضو دیگر هیئت مدیره هم در اعتراض به برکناری امیررضا خادم استعفا دادند. ببین خامنه‌ای، دیگه پایه‌های حکومتت متزلزل که هیچ، داره دونه دونه خراب میشه. دیگه از تزلزل گذشته. افشاگری سعید اکبری مجری ورزشی صدا و سیما گفته از من خواستن علیه ورزشکاران حرف بزنم اما زیر بار نرفتم. جمعی از بازیگران مطرح هالیوود علاوه بر حمایت از انقلاب مردم ایران خواستار توقف اعدام معترضان شدند. صدای انقلاب مردم ایران به همه جای دنیا رسیده غیر از به گوش حاکمان فاسد آخوندی. اینا هم به گوششون رسیده. از ترسشونه که دارن دونه دونه جوانای ما رو اعدام میکنن. از ترسشونه که دارن حتی از یک کتله درست کردن میترسن و همه رو زندان میکنن. همه رو همه جا رو پلم میکنن. اینا از ترسه. به خدا قسم این آخوندا عین انی که از سیفون میترسه همینقدر ملت میترسن. واسه چی ساکت نشستیم؟ دیگه وقت سکوت نیست. باید بریزیم تو خیابون. باید دونه دونهشون در خونه هاشون ترورشون کنیم. بکشیمشون. اونا دارن جوانه ما رو میکشن. ما هم دونه دونهتون رو میکشیم. بعد پویا بی بهانه کشته شد. این ویدیو تقدیم به شما دوستان. باز باران با ترانه کشته شد. بعد پویا بی بهانه کشته شد. هر که عاشق بود و با عشق و وفا خواند شعر عاشقانه کشته شد. معترض شد هر که بر اندیشه و راه و رسم جاهلانه کشته شد. عشق و آزادی، صداقت، یک دلی، ای دریغا در زمانه کشته شد. تیر بر قلب شقایق خورد و او روز بگذشت و شبانه کشته شد. در زمان جاهلیت هر که زد حرف‌های عاقلانه کشته شد.
زنگ زد بابا که می آیم، ولی در میان را خواهد کشته شد. بچه ای 10 ساله بی تقصیر و جرم در خیابان آمدانی در میان شهر ما صدها جوان بی گناه و بی نشانی کشته شد. آن هنرمندی که خواند از خون سرخ یک سرود جاودانی کشته شد. شعر من شمشیر خون است و جنون شور فصل شاعرانی کشته شد. شاعر شیدای شهر ما که گفت شعرهای عارفانی کشته شد. غم مخور چون باز باید باز باران با ترانه میرسد، فصل خوب عاشقانی میرسد. باغچه گل میدهد گل میکند، مرغ شب از بام خواب میرسد. شهر من لبریز شادی میشود، شادمانی بی بهانه میرسد. کوچه ها پر می شود از بوی یاس، روی شیرین زمانی میرسد. جام می آواز نی با ساقی و مطرب و شور شبانه میرسد. به تمام کودکان کار از آن هدیه های بی نشانی میرسد. به کبوترها و سگها، گربه ها، لقمه‌نان، آب و دانه میرسد. باز باران میزند بر خاک شهر، شور شعر شاعرانه میرسد. باز آن افسانه‌گوی باخرد با دلی پر از فسانه میرسد. قهرمان بیگمان این روزها با کلام صادقانه میرسد. شاعر شیدای شهر از دور با شعرهای عارفانه میرسد. یا وطن خرد بیدفتار. سپاسگزارم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودید. تا درود دیگر، بدرود.